پنجشنبه 27 خرداد 1395 همزمان با برگزاری نشست جانبی 32 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمعی از فعالان حقوق بشر بیرون ساختمان سازمان ملل متحد در ژنو تجمعی رو برگزار کردند که در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با خانم مژگان چوبداران، فعال حقوق بشر، که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. خانم چوبداران، شما هم همزمان با برگزاری نشست جانبی 32 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تجمعی رو بیرون ساختمان سازمان ملل متحد کنار اون صندلی معروف برگزار کردید. برای بینندگان ما در ارتباط با تجمعتون توضیحاتی رو بدید و اینکه هدف و خواسته شما از برگزاری این تجمعات پیاپی چیه؟ ما امروز 18 یونی مصادف با 27 خرداد روبروی درب اصلی سازمان ملل هستیم و الان اینجا یه تجمعی برگزار کردیم که در داخل سازمان ملل یه جلسه جانبی در حال برگزاریه و نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر هم یه گزارش کاملی از نقض حقوق بشر تو ایران رو داره ارائه میده که توی این گزارش تا جایی که من میدونم از نقض مستمر حقوق اولیه انسانی فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی مثل آقای تبرزدی، خانم نرگس محمدی و آقای سحرخیز و دیگران و همچنین خود روحانیت مانند آیت الله کاظمینی بروجردی، آیت الله نکونام که فقط عقایدشون متفاوت با حاکمیته و سالهاست توی زندونن و خود دستندرکاران نظام مثل آقای موسوی، کهروبی، خانم رهنوردی که بیش از 7 سال در حبس خانگی در بدترین شرایطن و گروه بعدی دانشمندانی مثل محمد علی طاهری تنها به علت فعالیت علمیشون و خدماتی که به جهان انجام دادن سالها توی سیاه‌چال‌های اوین و توی سلول انفرادی به سر میبرن، حتی تا چند قدمی مرگم که کشیده شدن و هنوز حکمشون تموم نشده و ایشون رو رها نمی کنن. حتی با وجود اینکه رهبر نظام حکم عفو آقای طاهری رو صادر کرده ولی هنوز ایشون توی زندانن و این نشون میده که یه بی‌نظمی کامل و ملوک و طوایفی در بطن سیستم حکومتی ایران هست به نحوی که هیچ کس توی ایران در امان نیست، نه فعالین حقوق بشر، نه فعالین سیاسی، نه روحانیت، نه مسئولین نظام و نه دانشمندان و این وضعیت بسیار ناگوار حقوق بشر توی ایرانه که خانم هادی پور نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر تو ایران الان داخل ساختمان داره گزارش میده و ما هم در اعتراض به این نقض مستمر حقوق بشر تو ایران و برای همدلی با کسایی که حقوقشون پایمال شده امروز اینجا روبروی دفتر اصلی سازمان ملل در شهر ژنو تجمع کردیم. خانم چوبداران، آیا این تجمعاتتون در هفته های آینده هم ادامه داره؟ این تجمعاتمون ما ادامه دار هستش ولی مسئله جالب و حیرت انگیزی که اینجا از آقای بهشتی اینه که میگن که آقای خامنه ای ظاهرن اومدن یه رأی اعلام کردن و این افراطی ها و نفوذی هایی که ما اصلا نمیدونیم اینا کیا هستن بهشون تذکر دادن، یعنی رهبر به اینا تذکر داده که باعث این همه بی‌نظمی و نارضایتی تو جامعه نشن ولی چیزی که ما شاهدیم اینه که هیچ اعتباری واسه این گفته‌ای که رهبر بیان کرده و حکم حکومتیشون قائل نیستن و این حکم رو لگدمال کردن. سپاسگزارم. خواهش میکنم. در پایانم از شما و گروهتون بازم تشکر میکنم که توی تمام مراسم و هماهنگ کردن همه این گزارش‌ها و برنامه‌ها کنار ما بودید. سپاسگزارم. روزتون خوش.